سلام دوستان، به کانال ما خوش اومدید. با مجموعه ریاضی از مبتدی تا پیشرفته در خدمتتون هستیم. امروز میخوام در مورد تجزیه چند جمله‌ای براتون توضیح بدم که از چه اصلا تجزیه کردن یک چند جمله چی هست و از چه طریقی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. همچون که میبینید نوشتم تجزیه چند جمله چیه؟ این تبدیل کردن یک چند جمله ای خب به حاصل ضرب دو یا چند تا جمله کوچیک‌تر. خب و شرطش اینه که وقتی میتونیم بگیم این چند جمله تجزیه شده، وقتی تجزیهش کامله که هر یک از اون جمله هایی که به دست اومد دیگه قابل ساده کردن نباشه. حالا اینایی که گفتم توی مثال براتون توضیح میدم و طریقایی که ما باشون میتونیم یک چند جمله رو تجزیه بکنیم از طریق فاکتورگیری به کمک اتحادها و دستبندی هستش. مثلا اول فاکتورگیری رو براتون توضیح میدم. یه مثال اینجا نوشتم 5x به توان 4 منهای 15x به توان 2. ما چجوری میتونیم این چند جمله این دو جمله الان دو جمله این دو جمله دو جمله ای رو تجزیه بکنیم؟ کاری که بکنیم بعد از طریق فاکتورگیری، یعنی فاکتورگیری چیه؟ ما میایم عامل های مشترک توی جمله ها رو پیدا بکنیم. عامل های مشترک یعنی حالا از طریق یا بیمیم گرفتن که شما میتونید بریم قبلا درس های قبلیمون رو ببینید و حتی لینک کانالمون هم اینجا میذارم که به دوستاتون پیشنهاد بکنیم که برنامه ما رو دنبال بکنن. ببینید گفتم اینو از طریق بمینیم گرفتن باید این جمله های مشترکشون رو پیدا بکنیم. من اینو نگاه میکنم، این 5ه، این 15ه. خب در واقع میگم 15 ضریبی از 5ه. پس من وقتی بخوام اینجا فاکتور بگیرم میتونم از 5 تو دوتاش تکرار شده 5 رو اینجا بنویسم. خب اینجا جمله چی دارم؟ x به توان 4 دارم، اینجا x به توان 2 دارم. من تو دوتاش x به توان 2 رو دارم، پس میتونم 5x به توان 2 رو بیارم از توی تک تک این جمله ها بیرون. وقتی از جمله اولی 5x به توان 2 میاد بیرون، در واقع این بوده چی؟ 5x به توان 2 ضرب در x به توان 2. چرا؟ چون که بازم میتونیم بریم ویدیو های قبلی ما رو، حتی لینکش رو میذارم تو زیر ویدیو که بریم برای توان ها هم نگاه بکنید. چون 5x به توان 4 برابر با 5x به توان 2 ضرب در 5x ضرب در x به توان 2. وقتی این عامل رو ازش برداریم چی میمونه؟ x به توان 2ش میمونه. اینو اینجا می‌نویسم. خب منهای 15x به توان 2، 15x به توان 2 ازش 5x رو بکشیم بیرون، از 15 5 رو بکشیم بیرون، در واقع 15 بوده 3 ضرب در 5. خب 5 آوردیم ازش بیرون، چند ازش میمونه؟ این منهای که جای خودش 3ش میمونه. خب x به توان 2ش هم برداشتیم، پس دیگه چیزی ازش نمیمونه. پس این عبارت 5x به توان 4 منهای 15x به توان 2 برابر شد با 5x به توان 2 ضرب در x به توان 2 منهای 3، یعنی به صورت حاصل ضرب 2 تا جمله نوشته شد. این دیگه تجزیه میشه؟ فعلا اینجا نمیشه. این دیگه تجزیه میشه؟ نه نمیشه. پس با این کار چی کردیم؟ از طریق فاکتورگیری ما اومدیم این رو تجزیه کردیم به حاصل ضرب دو تا جمله. خب این روش فاکتورگیری بود. حالا میایم بعد روش رو به کمک اتحادها رو توضیح بدم براتون. حالا تجزیه از طریق اتحادها، از طریق اتحاد مربع دو جمله ای میخوام براتون بگم. این اتحاد رو بهش میگن اتحاد مربع دو جمله ای، یعنی که آ یه جمله باشه بی یه جمله، به توان دو جمع اونها برابر با توان دو جمله اول به اضافه دو برابر حاصل ضرب جمله اول در جمله دوم به اضافه توان دو جمله دوم. اینو بهش میگن اتحاد مربع دو جمله ای. خب جمله ای که به ما داده در واقع میخوایم تجزیهش بکنیم باید چه شرایطی داشته باشه که ما بفهمیم میتونیم از طریق این اتحاد تجزیهش کنیم؟ باید این شرط ها باشه: عبارت جبری باید 3 جمله باشه، دو جمله اون باید به صورت مربع کامل باشن و یه جمله دیگه باید به صورت دو برابر حاصل ضرب دو تا جمله دیگه باشه. یعنی چی؟ مثلا من وقتی این 3 جمله رو میبینم، خب میخوام اون رو تجزیه بکنم. وقتی میبینم این 3 تا جمله داره، خب و این یه جمله مربع کامله، یعنی x به توان 2 رسیده. وقتی یه چیزی به توان 2 برسه این مربع کامله. اینم در واقع مربع کامله. چرا؟ چون بوده 2 به توان 2. خب پس یه جمله x بوده به توان 2 رسیده، یه جمله 2 به توان 2. 4x چیه؟ 4x در واقع هست 2 برابر 2 ضرب در x، یعنی 2 برابر جمله اول ضرب در جمله دوم.
خب دو برابر جذر جمله اول ضرب در جمله دوم. پس من میتونم اینو به صورت چی بنویسم؟ اینو به صورت یه جمع یا منهای به توان دو. اینجا چرا من اینو منها گذاشتم؟ وقتی به این نگاه میکنم این منهاه. خب اینو منها میذارم، جمله اول، اینم جمله دوم، یعنی در واقع بوده x منهای دو به توان دو. خب نگاه کن، وقتی اینجا منها شد اینم توی فرمول همینه. خب توی اینجا هم اگر این منها بود، این جمله که دو برابر جذر جمله اول در جمله دومه، اینجا منها میشه. خب در واقع این چیه؟ x منهای دو به توان دو در واقع هست x منهای دو ضرب در x منهای دو. پس نگاه کنیم این سه جمله ای رو تجزیه کردیم به حاصل ضرب دو تا جمله که دیگه ساده ترم نمیشن. و از طریق چی؟ اتحاد مربع دو جمله. اینو میشن اتحاد مربع دو جمله. اتحاد پس حیثیت از طریق فاکتورگیری رو گفتیم، از طریق اتحاد دو جمله هم گفتیم. حالا میریم از طریق تجزیه، از طریق اتحاد مزدوج رو براتون میگیم. الان میخوایم تجزیه به کمک اتحاد مزدوج رو بگیم. اتحاد مزدوج چیه؟ در واقع اگر یه جمله داشته باشیم به توان دو، منهای جمله بعدی به توان دو برابر میشه با آ منهای بی در آ به اضافه بی. یعنی من اگر این آ رو در این ضرب بکنم، آ رو در بی ضرب بکنم، بی رو در این و این رو در این ضرب بکنم، برابر با این میشه. اینو بهش میگن چی؟ اتحاد مزدوج. وقتی میخوام یه عبارتی رو از طریق اتحاد مزدوج خوب ساده بکنم، در واقع تجزیهش بکنم، بس چند تا شرط داشته باشه. وقتی من میتونم یه عبارتی رو از این طریق ساده بکنم که فقط دو تا جمله داشته باشه، هر دو جمله که توی اون عبارت جبری هستن مربع کامل باشن و علامت بین اونها منفی باشه. وقتی اینو نگاه میکنم، خب این دو تا جمله است، دوتاشون هم مربع کاملن. چرا؟ چون 25x به توان 2 برابر با 5x به توان 2 و 16y به توان 2 برابر با 4y به توان 2. خب پس این دوتا جمله هستن، دوتاشون هم مربع کاملن، بینشون هم منفیه. پس من اینو میتونم چجوری تجزیه کنم؟ بریم سن 5x منهای 4y ضرب در 5x به اضافه 4y. پس میبینیم که عبارت 25x به توان 2 منهای 16y به توان 2 تجزیه شد به دو تا جمله‌ای که دیگه قابل ساده کردن نیستن و این اتحاد هم بهش میگم چی؟ اتحاد مزدوج. خب در میشه بعدی که میخوایم تجزیه بکنیم، تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک هستش. حالا اونو براتون توضیح میدم. روش دیگه به کمک اتحاد جمله مشترک. خب اتحاد جمله مشترک چیه؟ در واقع نگاه کنیم یه جمله عبارت در واقع مربع کامل داره، خب حاصل جمع دو تا عدده ضرب در اون متغیر در واقع جذر اون مربع کامله و به اضافه حاصل ضرب این دو تا عدد ثابت. اینو میتونیم به صورت x به اضافه a ضرب در x به اضافه b بنویسیم. این اتحادش اتحاد جمله مشترک. یعنی من اگه x رو بیام در این ضرب کنم و a رو در این دو تا ضرب کنم ساده کنم، این در واقع این اتحاد جمله مشترکه. اگه یه عبارتی، خب در واقع یه عبارت جبری، این سه تا شرط رو داشته باشه، من میتونم چیکار کنم؟ از طریق اتحاد جمله مشترک اون رو تجزیه بکنم. خب چه شرطی باید داشته باشه؟ اولا که سه تا جمله باشه، یه جمله اون مربع کامل باشه، خب و در واقع بتونیم دو عدد پیدا کنیم که حاصل جمع اونها برابر با ضریب متغیر، نگاه کن حاصل جمعشون برابر با ضریب این متغیر است، خب و حاصل ضرب اونها برابر با یه عدد ثابت باشه. مثال x دو به اضافه 7x به اضافه 10. اولا که سه تا جمله است، یه جمله داره مربع کامله. خب من میخوام ببینم آیا میتونم با جمله مشترک رو سادهش بکنم. میام به چه صورت مینویسم؟ من میگم که آیا این برابر میشه با یه در واقع x خب به اضافه حالا یه a در یه x به اضافه یه b. خب در واقع این a و b من چی هستن؟ a و b من این باید جمع A به اضافه B برابر با 7 بشه و A ضرب در B برابر با 10 بشه. این A و B یه عدد ثابتی هستن که حاصل جمعشون برابر با 7، حاصل ضربشون برابر با 10. 7 هم می‌بینیم که علامتش مثبت، 10 هم مثبته. پس دو تا عدد در مثبت در مثبت میشه مثبت. پس A و B دو تاشون مثبت بودن. خب دو تا مثبتن. چطور 10 از چی تشکیل شده؟ حاصل ضرب چیه؟ 10 رو میتونم به صورت 2 ضرب در 5 بنویسم. یعنی 2 ضرب در 5 برابر با 10. از طرف می‌بینیم مثبت 2 به اضافه مثبت 5
برابر با 7. پس یکی از این آی من 2 بوده، یکیش 5 بوده. در واقع این 2 بوده، این مثلا 5 بوده. پس این برابر شد با x به اضافه 2 در x به اضافه 5. پس در واقع این جمله من تجزیه شد به دو تا جمله که دیگه بیشتر از نم قابل ساده کردن نیستن. از چه اتحادی کمک گرفتم؟ اتحاد جمله مشترک. چرا؟ چون این سه تا شرط براش برقرار بود. سه تا جمله بود، یه جملهش مربع کامل بود و من میتونستم ضریب متغیر رو به صورت حاصل جمع دو عدد ثابت بنویسم و اینم به صورت حاصل ضرب دو عدد ثابت تونستم این عدد رو پیدا بکنم، مثبت 2 و مثبت 5. بعد میریم یه مثال دیگه حل میکنم براتون کلن از روش تجزیه کردن، تا بریم بعدش روش بعدی دسته‌بندی رو بگم بهتون. دوستان میخوام یه مثال دیگه براتون بگم. وقتی که ضریب x به توان 2 مربع کامل نباشه، میدونیم که 8 جذر کامل نداره، خب اینا رو باید چجوری حل کنیم؟ وقتی که چنین چند جمله ای به ما داده بودن، ما باید بیایم ببینیم ضریبی که مربع کامل نیست رو جدا کنیم. مثلا اینجا 8، خب یه بار بیان در 1/8 این جمله رو ضرب کنیم، یه بار در 8 ضرب کنیم. مثلا اگه 5 بود یه بار در 1/5، یه بار در 5. اگه مثلا 7 بود یه بار در 1/7، یه بار در 7. اینجا 8، یه بار در 1/8 کل عبارت رو ضرب می‌کنیم. نگاه کنین کل عبارت رو در 1/8 ضرب کردیم، یه بارم 8 رو تو تک تک جملاتش ضرب کردیم. 8 رو در 8 x رو ضرب کردیم، 8 ضرب در 8 x به توان 2، 10 ضرب در 8 x. خب من میتونم 10 ضرب در 8 x رو به صورت 10 ضرب در 8 x بنویسم. یه بارم 8 رو در منهای 3 ضرب کردیم، 3 8 میشه 24 مثبت در منفی. پس 8 رو تو کل این ضرب کردیم، یه بارم 1/8 ضرب کردیم. چرا؟ چون که 8 ضرب در 1/8 اگر که چیز کنم بی اثر میشه، این عبارت مساوی با اینه، این عبارت آبی خب نوشتم مثاله مساوی با این قسمته. خب وقتی که من اینو ضرب کردم، این 8 رو در 8 x، یعنی در واقع هست 8 x به توان 2. خب دوباره توانا رو میتونیم تو ویدیو قبلی ببینیم. 8 x به توان 2، 10 ضرب در 8 x منهای 24. خب این چیه؟ این در واقع این عبارت سه تا جمله داره، یه جملهش مربع کامله و یه جمله دیگهش چیه؟ یه جمله دیگهش مثلا 10 x منهای 24. این دو تا عددهای ثابتن. من میتونم بنویسم 8 x، خب این در واقع از اتحاد جمله مشترک استفاده کنم، بگم یه 8 x بوده، خب اینجا 8 x بوده، بعد این جمله متغیرش. خب چه عددی بوده که جمعشون شده مثبت 10، حاصل ضربشون شده منفی 24؟ خب من میدونم 2 تا 12 تا میشه 24 تا. خب منفی هم هست، پس یکیش مثبت بوده یکی منفی بوده، پس یکیش مثبت چی بوده؟ 12 بوده، یکی منهای 2 بوده که حاصل ضربشون میشه چی؟ میشه منفی 24، حاصل ضربشون میشه چی؟ مثبت 10، حاصل جمعشون. پس از اتحاد جمله مشترک استفاده کردم، یه جملهش مثبت 12 بوده، یکی منهای 2 بوده. خب حالا این عبارت یا یه 1/8 هم که قبلش داشت، حالا یکی از جمله های من شد 8 x به اضافه 12، یکی شد 8 x منهای 2. خب 8 x به اضافه 12 رو بازم میتونم ساده کنم. چرا؟ 8 و 12 دوتاشون به 4 قابل ساده شدنه. وقتی 8 x به اضافه 12 رو تقسیم بر 4 میکنم، 4 رو میارم بیرون، این 8 تقسیم بر 4 میشه 2 x، 12 تقسیم بر 4 میشه 3. خب 4 رو آوردم بیرون. وقتی به این جمله نگاه میکنم، 8 x منهای 2، میتونم دوتاشو خب به 2 تقسیم کنم، 8 تقسیم بر 2 میشه 4، 2 تقسیم بر 2 هم میشه 1، 2 رو آوردم بیرون ضریبشو، شد 1/8 ضرب در 4 ضرب در 2، 4 دوتا میشه 8، اینم که 8، اینا همه با هم ساده میشن، اینجا چی میمونه؟ فقط 1 میمونه. خب 1 ضرب در 2 x به اضافه 3 در 4 x منهای 1، 1 ضرب در 2 x به اضافه 3 4 x منهای 1. پس این جون چند جمله ایمون تجزیه شد به اینها، به دو جمله ای که دیگه بیشتر از این ساده نمیشن و از چی کمک گرفتیم؟ از اتحاد جمله مشترک توش کمک گرفتیم. روش بعدی تجزیه همون تالشیا رو گفتیم، روش فاکتورگیری رو گفتیم، از روش اتحاد رو گفتیم کامل، و الان میخوایم بریم سراغ روش دسته‌بندی.
بچه آخرین روش تجزیه به کمک دستبندیه. خب این روش یعنی چی؟ این در واقع چون این روش یکم خلاقیت میخواد و یکم دقت بیشتر میخواد. کاری که میتونیم بکنیم اینه که باید اون عبارت جبری رو به صورت جمله های مختلف در نظر بگیریم، به صورت دسته تنظیم کنیم. من اینکه چجوری اونا رو انجام بدیم میگم یکم دقت و خلاقیت میخواد. بعد که اونها رو دستبندی کردیم، خب از روش خود عبارت قبلی ها، یعنی با فاکتورگیری یا همون اتحادها که توضیح دادیم، میتونیم اونو حل بکنیم. خب این خلاقیت این که میگم با دقت تمرین زیاد هم شما میتونید بهش دست پیدا بکنید. مثلا x به یه مثال حل میکنیم، x به توان 3 منهای 3x به اضافه 6x به منهای 18x. خب x من اینو میام این جمله رو این دوتا رو با هم در نظر میگیرم. خب این دوتا رو هم با هم در نظر میگیرم، من میگم که x به توان 3 منهای 3x رو با هم، 6x به توان 2 منهای 18x هم منهای 18 هم با هم. خب x به توان 3 منهای 3x من میتونم از چی فاکتور بگیرم؟ این x داره، اینم x به توان 3 داره. از یه xش که فاکتور بگیرم این چی میمونه؟ x به توان 2 میمونه. این چی میمونه؟ منهای 3 میمونه. این جمله 6x 2 منهای 18x از چی میتونم؟ منهای 18 از چی فاکتور بگیرم؟ از 6 فاکتور بگیرم. چرا؟ چون 18 هم 3 ضرب در 6ه. از 6 فاکتور میگیرم، از 6x2 چی میمونه؟ x به توان 2 میمونه. از 18 چی میمونه؟ منهای 3 میمونه، چون منفی بوده این. خب 6 مثبت فاکتور گرفتیم، مثبت هم منفی میشه منفی، منهای 3 میمونه. خب پس شد x ضرب در x به توان 2 منهای 3 به اضافه 6 در x2 منهای 3. x2 منهای 3 توی دوتای اینا تکرار شده. این دفعه میام از جمله x به توان منهای 3 فاکتور میگیرم، x به توان 2 منهای 3 فاکتور بگیرم، از این جمله چی میمونه؟ این بوده x ضرب در xش میمونه. خب جمله بعدی چی میمونه؟ بوده 6 ضرب در x به توان 2 منهای 3، از این چی میمونه؟ 6 میمونه. پس در واقع این چهار جمله‌ای تجزیه شد به دو تا جمله‌ای که دیگه بیشتر از اون قابل تجزیه نیستن، به دو جمله تجزیه شد. پس از طریق چی بود؟ دسته‌بندی. بچه درستم اینجا تموم شد. روش هایی که گفتیم در واقع تجزیه کردن به از روش فاکتورگیری بود، به کمک اتحادها بود که تو دل همین درس در واقع اتحادها هم بهتون درس دادیم، و از طریق دسته‌بندی بود. این مثالا رو حل کنین، تمرین کنین. یکم ویدیو طولانی شد میدونم، امیدوارم که از حوصله و صبرتون خارج نشده باشه، و مثالا رو حل کنین. اگر اشکالی داشتید میتونین کامنت بذارین برامون، و کانال ما هم به دوستاتون پیشنهاد کنین، و کم کم داره مباحثمون میره به سمت پیشرفته‌تر. امیدوارم که بتونه براتون مفید واقع بشه و بتونیم که باز هم در خدمتتون باشیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.